اوج یا اشاق واژه اوج به معنی فراز یا بالا و مخالف حضیض به معنی پایین هست. برخی معتقدند که این واژه از هند به زبان فارسی اومده و در مفهوم به گوشه‌ای گفته میشه که در آواز یا صدای خواننده به سمت بالاترین قسمت صدای خواننده ممکنه پیش بره. عشاق و اوج هر دو از واژه‌هایی هستن که در مقام‌های قدیمی ما اونها رو می‌بینیم. یعنی عشاق یکی از 12 مقام اصلی موسیقی قدیمی ایران بوده. به نظر من اوج رو و عشاق رو باید براشون تعریف‌های مشخصی در موسیقی فعلی قائل بشیم. همونطور که دیدیم در شور ما یک درآمد اوج داشتیم که ما را از شور اول به شور دوم میبرد، یعنی به گوشه شهناز میبرد. اونجا هم اسم اوج گذاشتیم چون خواننده به قسمت صدای بالای صدای خودش میره. در اینجا هم یک اوج داریم که از لحاظ مقامی با اون اوج قبلی فرق میکنه. بنابراین باید بین اینها یک مرزبندی قرار داده بشه. با عنوان نمونه میتونیم اساساً واژه عشاق رو برای این مجموعه که در دشتی الان در حال حاضر میخوایم توضیح بدیم اتفاق میفته اسمش رو به این شکل قرار بدیم که در تمامی دستگاه هایی که دانگ دشتی یا دانگ شور دارن میتونه این اتفاق بیفته. اوج و عشاق که معمولاً در گذشته با بوسلیک و نوا همراه بودن و در این فضا قرار داده می شدن به این معنی هست که وقتی ما یک دانگ دشتی سول لا سی بمول دو داریم، پرده نیم پرده پرده، و بعد انگشت اول از لا یک دانگ شور ایجاد می کنه، لا سی کرون دوره، و ما حول محور نوت چهارم دانگ جدید یعنی دانگ شور نوت ره حرکت کنیم، عشاق یا اوج رو به دست میاریم که این با عراق فرق میکنه. گاهی در نتیجه دیده میشه که در موسیقی قدیم صحبت از عراق و اوج میشه، تفاوت اینها به این شکل هست که در عراق ما روی نوت سوم دانگ شور به نوت چهارم دانگ دشتی که نوت دو باشه محوریت کارمون رو قرار میدیم، اما در اوج یک پرده بالاتریم، یعنی روی نوت ره محوریت کار خودمون رو قرار میدیم. موقعی که به سمت بالا میریم از دانگ شور استفاده میکنیم، یعنی سی کرون میشه. هنگامی که میخوایم برگشت کنیم به سمت عقب ممکنه از دانگ دشتی استفاده کنیم. گاهی هم از همون دانگ شور کماکان استفاده داریم.